حجاب گفت ببین چقدر خانم ها اینجا آمدن مینیچوب دارن بیتین آرایشم کردن. گفتم آقای ابریشمچی همین حرفه که شما اینجا نمیزنی؟ چند سال پیشم خمینی همین حرفا رو زد یادتونه است؟ گفت احزاب آزادن، حتی کمونیستا، خانم ها هر طور میخوان لباس میشن، فقط مسائل شرعی اسلام رو رعایت کردن. نگفت که این شرعی چیه. هیچ وقت کسی درباره صحبت نکرد. همه چیز رو گفت در اینقدر خوب حرف زد که همه فکر کردن که بله آقا واقعا ما به یک دموکراسی داریم میرسیم. ولی آمد تمام چیزایی که گفته بود دروغ در اومد و چی بلای به سر مردم بود. آقا عربشم چی همون حرفا رو ایشون زده. حالا شما میدونید میشه میشی تضمینی. حالا در صورت اونهایی هم تو کارشون صداقت وجود نداره و پولی که اینا در صورت هواداران میدن و پولی که دارن اینا با پولشون تونستن هر سال یه جشن برگزار کنن و مطرح کنن. و البته اینم بگم تنها گروهی هستن که واقعا بینشون اتحاد هست، راهشون رو عوض نکردن، متفرق نشدن، همبستگیش رو از دست ندادن. هر سال که خود من چندین سالش بودم موقعی که رئیس جمهور ایران میامد برای صادران ملت در ماه شهریور که همین یک دو هفته پیش بود، قبلا سلطنت طلبان میامدن که دیگه امسال اصلا نرفتن. دوست همین شهرمان بودن گروه را انداخت مثل سیزن زنی کو دیگه همین یک دفعه نمایش آقای شجره با اتوبوس یک در پول هواپیما بندرم دار یک در با هواپیما و با اتوبوس برد واشنگتن از اونجا رفتیم چیز پول هتل منم داد یه دوبار ادامه پیدا کرد. ولی مجاهدین هر سال اونجا هستن، هر سال به عنوان اعتراض میرن و جمعیت زیادی هم میان چون اعتقاد دارن. حالا یا باهاشون مخالفیم یا موافقیم، اعتقاد دارن. ولی گروه های دیگه مثل سلطنت طبا، مثل مشروطه‌خواها، مثل مصدقی ها، مثل نهضت‌طلب، اینا اعتقاد ندارن. اینا فقط میگن آقا ما سلطنت طلبیم. چپی ها، چریک های هم، توده ای های هم گیلاسشون رو فقط به سلامی، ودکایی که میرن بالا به سلامتی کارگر میرن بالا، میگن به سلامتی کارگر، به سلامتی خلق، ولی یک قدم برای خلق رو میده. و تمام این مخالفت هایی که اینا در گذشته میکردن، اینا عقده شون با خاندان پهلوی بود. خاندان پهلوی رو که ساقطش کردن گفتن خب دیگه ما ماموریتمون تموم شد. اون موقع میگفتن ما بریم خلق داریم کار میکنیم، ما اگر مجاهدیم داریم کشته میدیم به خاطر مردمیم. چرا حالا نمیکنیم؟ چرا حالا نمیکنیم؟ چرا حالا که این رژیمی که داره پدر مردم در میاره، مملکت ما تاریخش رو داره زیر رو میکنه، آثار تاریخیمون رو دارن میدوزن از اون مملکت میبرن، سرمایه اون مملکت رو دارن میچاپن و دارن کاری میکنن که اون مملکت شاید یک روزی تجزیه بشه، چرا حالا یک کار انجام نمیدین؟ چرا یک کار نمیکنین که اون ترسی که افتاده تو چشم توی جوانه ما، این ترس یک دفعه بشکنه، از بین بره، حرکت به وجود بیاره؟ چرا نمیکنین؟ بله دوستان عزیز، خیلی حرف هست، خیلی مسائل هست و بعضی از این برنامه سازان و مدیران رسانه های همگانی، بعضی هاشون خیلی مسائل رو بهتر از من میدونن، نالجشون، اطلاعاتشون از من بیشتره، ولی سکوت کردن. سکوتشون به خاطری که چرا من خودم رو تو درد سر بندازیم، چرا به منافع مادیمون ضرر بزنیم. میان میشیدن دیگه، دیدین فرق نمیکنه، دیدین دیگه، میان میشیدن تلویزیون اونه که خیلی ادعای مبارزه، فورا یه خورده به رژیم بند میکنن و یه چیزایی میگن و آماری که خود همه جا خونده میشه رو اینترنت نیارن میخونن به مردم میدن، بعدم دو تا سه تا مهمون فورا دعوت میکنن و یک سال برنامه رو تموم و بعدم میرن راضی دنبال زندگی خودشون. میگن ما که راضییم، گور پدر هرچی ناراضی. بله، البته من میخواستم در این برنامه، الان یادم اومد، دو چیز رو میخواستم
به شما حالا شاید یکیشو انجام بدم تا ببینم حالا اگه وقت بود. یکی این که میخواستم درباره آقای نوریزاده که این آقای آدمه که خیلی فرصت طلبه و هر طرف باد به همو بر میره و اون افتضایی که جلو دوربین تو درورد درباره معشوقش، یعنی هر آدم دیگه بود غیر ممکن بود که دیگه جلو دوربین بیاد، ولی اینقدر این بی حیا و پر رویه که دوباره آمد جلو دوربین نشست، خجالت نکشید که زن داره بعد با معشوقش جلو دوربین، دیده بود دیگه، همه دیدین دیگه. میخواستم دستخط از ایشون به شما نشون بدم، البته کپیشو دارم، که هم نامه برای محمد رضا شاه نوشته به عنوان پدر، هم نامه بعد از مدتی برای خمینی نوشته به نام پدر. من حتی مجله از ایشون دارم، اول انقلاب تهران مصور، که از مجاهدین دفاع کرده، در یک قسمتش هم گفته که این آقا رو برای ما بگذارید، این آقا مظهر دموکراسی است، این آقا مظهر آزادیش، اینا رو تو مجله دیگه نشونتون میدم. به یکی هم میخواستم یک نوار براتون بذارم که شاید حالا گفتم امکانش هست بذارم براتون، که آقای داریوش میگه که بله من تو زندان بودم، زندان اوین بودم، تو انفرادی بودم، حالا به چی دلیلی، ولی چون من آهنگ گل و گندم میخوندم و یک چند آهنگ ایشون خوندم، ولی به من گفتن تو به عنوان معتاد و چونم تریاک منو گرفتن، اینا رو میگه. بعد پشت سرش آقای عباس پهلوان و یک افسر میان و تمام حرفایی رو تکذیب میکنن که آقا این داره دروغ میگه. حالا گفتم اگر شد براتون میذارم. خب دوستان، همونطور که در اول برنامه خدمتون عرض کردم، متاسفم، واقعا متاسفم، آخرین برنامه من هست. تاسفم اینه که در صورت رابطه‌ام با شما قطع میشه و با هم آشنا شدیم. همیشه اعتقاد دارم که اول آشنا میشیم، بعد دوست میشیم، بعد رفیق میشیم، و من در طول چند سال با خیلی از شماها رفیق شدم، واقعا با یک عده اصلا رفت و آمد خانوادگی پیدا کردم. ولی این رو خیالتون راحت باشه، اگر من جلو تلویزیون نباشم دست از مبارزم به هیچ عنوان بر نمیدارم، از هر رایی که امکانش هست مبارزه خود به ادامه میدم به خاطر اون جوانای مملکت. چرا؟ چون من 14-15 ساله که میرم ترکیه میبینم جوانای ما از اون جهنم چطوری فرار کردن و بعد از تو چاه در اومدن، تو چاله افتادن، کاری هم بهشون انجام نمیدم، فقط میرم پای در دلشون میشینم. بارها اشکای اینا رو دیدم که سرازیر شده، گریه کردن، پای گریه هاشون نشستم، گاهی اوقات باهاشون گریه کردم، فقط بهشون امید دادم و گوش کردم به درد دلشون. گاهی اوقات هم به وسیله بعضی از دوستان کمک مالی شده، بهشون کمک خیلی جزئی مالی کردم، فقط بیشتر بهشون امید دادم، سعی کردم بعد وقتا هم یک جوک بگم، چیزی بخندونمشون، این تنها کاری، ولی دست از مبارزه بر نمیدارم. من اگه گفتم ساپورت کنین منو، برنامه رو ساپورت کنین، یا هر برنامه که دوزین ساپورت کنین، فکر نکنین که معذرم ها من دست گدایی به طرف شما دراز کنم، نه، نمیخواین بیاین اصلا یک کار دیگه آگهی بدید که هم شما راضی بشید هم من راضی باشم، بگم آقا این پولی که دارم میدم دارم در مقابلش به اینا سرویس میدم، خیلی هم ارزو، آگهی بدید که بتونیم این برنامه ادامه پیدا کنیم، بتونیم منم از خجالت آقای سربی در بیام، وگرنه متاسفم و این آخرین برنامه من خواهد بود. بازم با تأسف و با ناراحتی واقعا از شما خداحافظی میکنم. در اینجا برای تک تک شما قلباً آرزوی سلامتی دارم، واقعا بگم، و همیشه در زندگی موفق و در زندگی رو سربلند باشید. وقتی وارد جامعه میشید سرتون رو بالا بگیرید، وقتی با فامیل با دوستانتون روبرو میشید سرتون بالا بگیرید، سرتون موقعی بالا میگیرید که زندگیتون زندگی درستی باشه، صداقت درش باشه،
میگن اگر ریگی تو کفشت نباشه میتونی ستاره ها رو خیلی قشنگ بشمری. یعنی چی؟ میتونی سرتو بالا بگیری. سعی کنید در زندگیتون همیشه سرتون رو بالا بگیرید. شب همتون خوش، روز همتون خوش. بازم در آخر پاینده ایران جاوید شما و من.